درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 17 نوامبر 2023 میلادی برابر است با 26 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز جمعه 26 آبان ماه گفت جمهوری اسلامی در تلاش برای اخذ رضایت اجباری از خانواده‌های کشته شدگان این شهر و پرداخت دیه به آنهاست. سایت حالبش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد نوشت مردم زاهدان همانند جمعه گذشته با درخواست مولوی عبدالحمید به دلیل شرایط حاکم بر کشور و منطقه به صورت موقت در سکوت از مصلی خارج شدند. تصاویر منتشر شده از زاهدان تردد و گشت‌زنی خودروهای نظامی در این شهر را به ویژه در اطراف مصلی به نمایش گذاشتند. کمپین فعالین بلوچ و حالبش با انتشار عکس‌های خبر دادند که نیروهای نظامی تک‌تیرانداز از صبح جمعه بر بالای کوه مجاور مصلی مستقر شده بودند. علاوه بر زاهدان در خاش هم امروز فضایی شدیداً امنیتی و نظامی حاکم بوده و خودروهای زرهی ضد گلوله برای مقابله با تجمعات احتمالی شهروندان در این شهر مستقر شدند. عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه امروز بار دیگر خواهان مجازات تمام کسانی شد که در کشته شدن مردم در جمعه خونین زاهدان دست داشتند. مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه 26 آبان ماه خود خبر داد که نهادهای حکومتی خانواده کشته شدگان و مجروحان جمعه خونین را اجبار می‌کنند که به گرفتن دیه راضی شوند. به تأکید کرد که فشار آوردن به این خانواده ها برای رضایت دادن خلاف قانون و عرف است. امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از خطبه هایش به موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس به ویژه نمایندگان کانونی به دلیل منتقد بودند اشاره کرد و گفت که خروجی نامزدهای گزینش شده در انتخابات گذشته یک مجلس ضعیف بوده است. او با تاکید بر اینکه نهادها نباید در تایید صلاحیت نامزدها سختگیری کنند گفت یک دست شدن حاکمیت، قرار گرفتن مجلس در اختیار حاکمیت و دولت و حضور افراد ضعیف به عنوان نماینده و مدیر به همه زیان وارد می کند. در ادامه برنامه‌های یادبود سالگرد کشته شدگان آبان‌های خونین 1398 و 1401 روزهای پنجشنبه و جمعه 25 و 26 آبان ماه مراسم بزرگداشت شماری از قربانیان این قتل‌های حکومتی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. با گذشت 4 سال از کشتار مردم معترض در جریان اعتراضات آبان خونین 98 و 1 سال از کشتار معترضان در آبان 1401، شهروندان در ایران همچنان یاد این سرکوب‌های خونین و کشته شدگان آنها را زنده نگه داشتند و گزارش‌ها و تصاویری از حضور بر مزار قربانیان جمهوری اسلامی منتشر می‌کنند. بسیاری از مردم معترض جمله آبان ادامه دارد را به یکی از مشهورترین شعارهای اعتراضی برای دادخواهی تبدیل کردند. ارتش اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که نیروهای این کشور طی عملیاتی در شهر جنین در کرانه باختری و اردوگاه آوارگان فلسطینی مجاور آن 5 شبه نظامی را از پای درآوردند. بر اساس گزارشی که در پیام رسان ایکس ارتش اسرائیل منتشر شد، نیروهای این کشور در این عملیات که با هدف کشف مواد منفجره انجام شد، عوامل تروریستی را که در صدد مخفی شدن در یک بیمارستان بودند تعقیب کردند. در همین حال به گزارش تایمز آف اسرائیل، پلیس مرزی این کشور خبر داد که 7 فلسطینی تحت تعقیب هم در جنین بازداشت شدند. از سوی دیگر وزارت بهداشت غزه که توسط گروه حماس اداره می شود روز جمعه اعلام کرد که در 2 روز گذشته 24 بیمار در بیمارستان شفا به دلیل قطع برق جان خود را از دست دادند. نماینده سازمان بهداشت جهانی در اراضی فلسطینی نسبت به افزایش بیماری‌های عفونی و واگیردار در این مناطق به دلیل ازدحام آوارگان در پناهگاه‌ها هشدار داد. او با ابراز نگرانی از حادتر شدن وضعیت ابتلا به بیماری‌ها با فرارسیدن فصل سرما از ثبت 10,000 مورد
عفونت حاد تنفسی و اسهال در این مناطق خبر داد. خبرگزاری ها نوشتند که تعطیلی کارخانه های تصفیه آب به دلیل کمبود سوخت در غزه موجب افزایش مصرف آب آلوده و ابتلا به عفونت ها شده است. سازمان بهداشت جهانی متوقف شدن سیستم جمع‌آوری زباله در غزه را هم از دلایل افزایش بیماری ها در این منطقه عنوان کرده است. در خبر دیگر، به دلیل تعطیل شدن بیمارستان ها و طرحهای امداد رسانی به غیر نظامیان به دلیل کمبود انرژی در نوار غزه، کابینه جنگ اسرائیل اجازه ارسال روزانه 2 تانکر سوخت به این باریکه را صادر کرد. کابینه اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که این اجازه را به درخواست ایالات متحده صادر کرده است. از سوی دیگر، همزمان با اظهارات رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در روز جمعه مبنی بر گسترش عملیات نظامی این کشور به مناطق دیگر، نگرانی ها از احتمال تشدید بحران انسانی در این منطقه افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری آلمان، هرزی هالوی در جریان بازدید از نیروهای اسرائیلی در غزه گفت: ما در آستانه برچیدن سیستم نظامی در شمال نوار غزه هستیم. تا آنجا که به ما مربوط می شود، عملیات را به مناطق دیگر ادامه خواهیم داد. و افزود که برای از بین رفتن کامل حماس، مناطق بیشتر و بیشتری مورد هدف قرار خواهند گرفت. رسانه‌های حقوق بشری از انتقال خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، از زندان اوین به بیمارستان به دلیل تشنج، گرفتگی ماهیچه‌های قلب و درد در قفسه سینه خبر دادند. به گزارش این رسانه‌ها، آقای پیرزاده، فعال سیاسی مشروطه‌خواه، روز سه‌شنبه 23 آبان‌ماه به صورت اورژانسی به بیمارستان لقمان حکیم تهران اعزام و در بخش قلب این مرکز درمانی بستری شد. این زندانی سیاسی فعلی و ورزشکار سابق که شهریور ماه امسال در اهواز بازداشت شده بود، اواخر مهر ماه بعد از بیش از 23 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین به بند 6 این زندان منتقل شد. خالد پیرزاده خرداد ماه سال 98 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی و توهین به رهبری به 7 سال حبس تعزیری محکوم و در بهمن ماه سال گذشته با وضعیت جسمانی وخیم از زندان آزاد شد. پیشتر با ارسال پیام صوتی از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفته بود که در اثر شکنجه های گوناگون نیروهای جمهوری اسلامی به کلکسیونی از بیماری تبدیل شده است. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی،
چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا بهترینه بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. سهراب رحمتی، وکیل و مدافع حقوق بشر کرد ایرانی و عضو سندیکای وکلای اربیل در اقلیم کردستان عراق که روز پنجشنبه 25 آبان ماه مورد سوء قصد قرار گرفت، هم اکنون تحت تدابیر امنیتی در بیمارستانی در اربیل بستری است و نیروهای امنیتی اقلیم کردستان در حال بررسی و تحقیق در مورد عوامل حمله به او هستند. منابع آگاه در اقلیم کردستان عراق به خبرنگاران گفتند که رحمتی مقابل درب خانه اش در اربیل از سوی یک تیم 3 نفره با سلاح گرم هدف سوء قصد قرار گرفته و 2 گلوله به بدنش اصابت کرده است. نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق تا کنون موفق به دستگیری حمله کنندگان نشدند. رحمتی اهل شهرستان بیکان است و سالهاست در اقلیم کردستان عراق زندگی می کند. او در سالهای گذشته وکالت پرونده قادر قادری، کادر ارشد حزب دموکرات کردستان ایران را بر عهده داشت که به وسیله 3 تن از عوامل جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال 1396 در روستایی در استان سلیمانیه ترور شد. متهمان ترور قادری اعتراف کردند که سپاه پاسداران برنامه ریزی ترور را انجام داده و به آنها وعده پرداخت پول داده است. بر اساس گفته های بستگان این وکیل و مدافع حقوق بشر، او در سالهای گذشته بارها از سوی جمهوری اسلامی تهدید شده بود. در ادامه تیراندازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سوی کولبران در استانهای غربی ایران، 5 کولبر دیگر هم هدف قرار گرفته و به شدت مجروح شدند. بر اساس گزارش کولبر نیوز، روز جمعه 26 آبان ماه 1 کولبر اهل سقز به نام حمیدرضا حافظی بر اثر تیراندازی نیروهای هنگ مرزی در مرز هنگاژال بانه از ناحیه پا زخمی شد. شامگاه پنجشنبه 25 آبان ماه هم 1 کولبر اهل سنندج به نام صلاح کریمی بر اثر تیراندازی با سلاح و ضرب و شتم نیروهای هنگ مرزی از ناحیه زانو به شدت زخمی شد. در همین روز 1 کولبر دیگر به نام آزاد نوری اهل شهر بانه هم با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی در نوار مردی این شهر به شدت زخمی شد. سازمان حقوق بشر هنگاه هم گزارش کرده که شامگاه چهارشنبه 24 آبان ماه 2 کولبر به نامهای زانیار راهزاده و اشکان در مرز هنگژال بانه با شلیک نیروهای هنگ مرزی زخمی شده بودند. در خبری کوتاه، رئیس پلیس آگاهی استان البرز خبر داده شخصی را که به دلیل شنیدن جواب رد خواستگاری اقدام قتل پدر و مادر دختر با سلاح گرم کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند. این حادثه نیمه شب 22 آبان ماه در منطقه کیانمهره کرج رخ داده است.
واشنگتن پست در گزارشی به بررسی ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در مورد اطلاع آمریکا از حمله جمهوری اسلامی به پایگاه این کشور در عراق پرداخت. این حمله روز 18 دی ماه سال 98 به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی انجام گرفت و هیچ کشته ای در پی نداشت. ترامپ به تازگی گفته است ایرانیان یکی از پهپادهای ما را زدند و من هم آنها را زدم. آنها با ما تماس گرفتند تا بگویند که به ما پاسخ خواهند داد. این پایگاه هدف ماست، اما ما به هدف نخواهیم زد، اما فقط شلیک خواهیم کرد. واشنگتن پست نوشت ترامپ داستانی از روابط با جمهوری اسلامی مطرح کرده، اما این داستان به قدری حیرت آور است که نیاز به بررسی دقیق تر دارد. ترامپ ادعا کرد نه تنها مقامات ایرانی ظاهراً به احترام ترامپ با او تماس گرفتند، بلکه برنامه حمله به پایگاه عین الاسد را هم به او اعلام کردند. جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق ترامپ در خاطرات انتقادی خود در کتاب آنچه در اتاق اتفاق افتاد به وضوح اولین حادثه هواپیمای بدون سرنشین را بازگو می کند. بولتون در مصاحبه در این مورد گفته داستان ترامپ کاملا مزخرف است. صحبت های او در مورد 5 یا 6 اتفاق است که با هم مخلوط و عنوان شدند. واشنگتن پست نوشت همانطور که در دوران ریاست جمهوری ترامپ متوجه شدیم، او به جزئیات نمی پردازد و تلاش می کند وقایع را با احتیاط بازگو کند. او خود را در مرکز عمل قرار می دهد. یک رئیس جمهور ابرقهرمان که مخالفان به او احترام می گذارند یا سعی دارند جلوی او را بگیرند و نتایج همیشه عالی است. بر این اساس اینکه آیا ترامپ خودش را متقاعد می کند که داستانهای جعلی او درست هستند یا اینکه عمدن دروغ می گوید همیشه جای سوال دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه از اسرائیل خواست که برای متوقف کردن خشونت‌های شهرک نشینان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری اقدام فوری کند. بلینکن که برای حضور در اجلاس آسیا پاسیفیک در سان فرانسیسکو به سر می‌برد، درخواست خود را از طریق تلفن با بنی گانتس در میان گذاشت. بنی گانتس رهبر اپوزیسیون در اسرائیل بود، اما با آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس به کابینه بنیامین نتانیاهو پیوست. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای بلینکن در این مکالمه بر ضرورت اقدامات فوری و مثبت برای کاهش تنش‌ها در کرانه باختری از جمله مقابله با خشونت‌های فزاینده شهرک نشینان افراطی تاکید کرده است. به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن همچنین با بنی گانتس درباره تلاش‌ها برای افزایش و تسریع انتقال کمک‌های بشردوستانه حیاتی به غزه گفتگو کرده است. پلیس کالیفرنیا امروز روز پنجشنبه مظنون به قتل یک مرد یهودی را که در جریان درگیری در تظاهرات خیابانی طرفداران اسرائیل و هواداران فلسطینی ها در اوایل ماه نوامبر جاری بر زمین افتاده بود بازداشت کرد. پول کسل 69 ساله یک روز بعد از آنکه در تظاهرات 5 نوامبر در شهر تادنوکس در حدود 55 کیلومتری غرب لس آنجلس به زمین افتاد، بر اثر ضربه شدید به سر درگذشت. به گفته پزشکی قانونی دلیل مرگ او قتل عمد بوده است. مقامات پلیس این شهرستان روز پنجشنبه لوی الناجی 50 ساله را به ظن قتل غیر عمد در خانه‌اش دستگیر کردند. دفتر دادستان منطقه گفته است که تحقیقات پلیس در مورد مرگ کسلر را دریافت کردند و انتظار می‌رود که روز پنجشنبه درباره اتهام الناجی به عنوان قتل عمد تصمیم گیری شود. برندگان هشمند بعد از چند پیام با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از
800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. به دنبال یورش گسترده پلیس آلمان به دفاتر وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ، عضویت این مرکز در شورای مرکزی مسلمانان آلمان لغو شد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که وزارت کشور آلمان از جستجوی برخی دفاتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد که این مرکز متهم به ارتباط با گروه تروریستی حزب الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان است. در پی انتشار دوباره نامه ای از اسامه بن لادن، رهبر کشته شده گروه تروریستی القاعده، در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک از حذف ویدیوهای تبلیغ کننده این نامه در این شبکه خبر داد. نامه بن لادن خطاب به مردم آمریکا در سال 2002 از جمله در وبسایت روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده بود. او در این نامه مسئولیت حملات 11 سپتامبر را بر عهده گرفته و دلایل خود برای این اقدام را برشمرده بود. تیک تاک روز پنجشنبه در بیانیه نوشت که محتوای این ویدیوها به وضوح قوانین این شبکه در مورد حمایت از هر شکلی از تروریسم را نقض می‌کند. این شبکه اعلام کرد که به طور فعال و جدی این ویدیوها را حذف می‌کند و چگونگی انتشار آنها در تیک تاک را هم بررسی خواهد کرد. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق پروانه قیشورتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.